آقای مصداقی، امروز خیلی به نظر میرسید که نگاه هایی که حمید نوری با شما رد و بدل میکنه خیلی خیلی تعدادش دیگه زیاد شده بود. این چه اتفاقی است که داره میفته؟ نه، روزهای دیگه هم همینطور بود، مثلا کمتر مورد توجه قرار میگرفت. من از روز اول چون روبروی و مشیره هم دائم همین نگاه ها رو داشت. خیلی موقع وقتی که چیزی رو توضیح میده کلش چند بار به من تکون میده یا لباش تکون میده، ابروهاش تکون میده و حتی بعضی موقع ها ظاهرا چشمک میزنه و ادعاتوار در داره. این از روز اول بوده، هر گاه که من در دادگاه از میدید من رو از روز اولی که چه کسی پشت پرونده هستش این کارها شروع شد و من رو به خوبی میشناسه، دوران زندان میشناسه و من همین من رو به اسم کوچیک صدا میکنه. حتی در اینجا هم من رو به اسم کوچیک صدا میکنه، چون تو زندان هم خود او هم ناصریان و هم داوود لشکری من رو به اسم کوچیک صدا میکردن و من اینو در کتاب هم ذکر کردم. حالا امروز دومین روز دفاعیات او بود، ارزیابیتون به طور کلی چیه از اون چه که او تا به حال گفته؟ ببینید، ارزیابی من اینه که او کلن در جهت انکار همه چیز هست. حالا انکار حضور خودش در زندان گوهردشت، انکار کشتار 67، انکار فتوای خمینی و دیدید دیروز هم مطرح کرده که اساساً کشتار 67 محصول ذهن منه، توهمات منه که به شکل کشتار 67 این رو ارائه کردم و بعد هم برای اینکه صدای زندانیان چپ و کمونیست در نیاد مهدی اصلانی هم در این زمینه شریک شده، در حالی که به نظر هر شنونده یا بیننده یا خواننده این میتونه به سادگی قابل فهم باشه که موضوعی نیست که فقط من بگم، موضوعی است که شواهد اسناد مداره که بسیاری است، حتی کسانی که در کشتار 67 دست داشتن در ایران افتخار میکنن. حمید نوری اگر در ایران مورد سوال قرار میگرفت جز افتخاراتش حضور در کشتار 67 اینجاست که در مقابل عدالت زبانش الکنه و اینجاست که در مقابل عدالت عملاً به تکذیب و انکار همه چیز می‌پردازه. خیلی این موردی که شما میگین ساده انگارانه در واقع یک ورژن سردستی ارائه میکنه از این که حالا چگونه ممکن است که این داستان شکل گرفته باشه. به نظر میاد که این یک کمی هم از این نمونه های سینمای در واقع تولیدی جمهوری اسلامی الهام میگیره، یعنی بعد هم حتی به فیلم اخراجی ها اشاره کرد و گفت که این داستان در اون فیلم داستان تونله که در واقع اشاره شده از اون فیلم شاید آمده یا ارجاع داد به اون. در صورتی که اون فیلم از روی کتاب من و خاطرات بچه ها درست شده، درست برعکسه، چون من سال 75 در یک سری مقاله، مجموعه مقاله به این موضوع اشاره کردم. موضوع جدیدی نیستش و عملا اونها کپی برداری میکنن از روی نوشته های ما، کما اینکه خود او هم در واقع وقتی میخواد زندان رو توصیف کنه از روی نقشه های کتاب منه و دقیقا همون رو توصیف میکنه در رابطه با اوی. و حتی شما ملاحظه میکنید در ارتباط با رئیس زندان هم آخر اعتراف کرد که در سال 66 آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان بوده. خب این اشاره است که من کردم، عکس او رو، تصویر او رو در حالتهای مختلف من منتشر کردم و حتی وقتی که میخواست به لباس زندان اشاره کنه باز به مقاله من اشاره کرد و به توصیاتی که من دادم. خود او میدونه اون چی که من مطرح کردم تماما واقعیت. برگردم به سوال اولم، این نگاه های مکرر که حالا به حال وجود داره یا به تعبیر شما ادا و افکارهایی که وجود داره، این آیا شما باعث اذیت شما میشه یا در واقع شما باش چگونه برخورد میکنید؟ آیا شما هم ریاکشنی دارید؟ نه، من کلا ریاکشنی ندارم، من هیچ واکنشی نشون نمیدم، برای من طبیعیه. ببینید، من در موضع زندانی بودم و او در موضع زندانبان، من در موضع یک قربانی بودم و او در موضع یک جلاد. در هر صورت طبیعیه برخوردهای او برای من طبیعیه، من برخوردهای خیلی بدتر از این رو هم دیدم. ولی اون چی که مهمه اینجا، من دادخواهم و او امروز اینجا بایست در مقابل افکار عمومی بین‌المللی، در مقابل دادگاه، در مقابل عدالت پاسخگو بشه. همین که احساس میکنم او
چگونه اینجا مجبور دروغ بگه، مجبور همه افتخاراتش زیر پا بذاره، این خودش باعث موفقیت، یعنی احساس موفقیت شادیه برای من، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه در واقع میفهمم صدای قتل عام شدگان اینجا پژواک پیدا میکنه و در واقع اونا زنده میشن توی این دادگاه. یک این آخرین سوال من از شما خواهد بود، یک رویکرد چاپلوس تانه ای هم داره نسبت به ریاست دادگاه و این حتی دیگه امروز باعث شد که خود آقای توماس ساندر هم به خنده بیفته وقتی که گفت اگر شما شخصیت شما رو خیلی دوست دارم اگه شما بگید من جواب میدم. این به نظرتون از کجا میاد؟ چرا به این ترتیب اتفاق میفته؟ فرهنگ منحط اینها. چون بیدید در ایران در نظام نکبت اسلامی شما هیچ قانون و قاعده ای وجود نداره. در واقع یه حاکم شهر میتونه صبح از خواب بلند بشه، بعد قلق بشه، حکم اعدام شما رو بده. یا به دلیلی از شما خوشش بیاد یه حکم خیلی پایینی به شما بده. این بارها و بارها خود شاهد این موارد بوده. به همین علت فکر میکنه اگر یک رابطه چاپلوسانه، حالا به زعم خود این محترمانه ای، با قاضی یا با هیئت جوری برقرار کنه، حتما یک تأثیری در حکمش خواهد داشت. این از اون فرهنگ منحط خود اینها برمیاد که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. سپاسگزارم از شما ایرج مصداقی.